درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. مثل دیگر جمعیت ایران وارد اجتماع شد، مسئولیت ها را قبول کرد. شاید خودش کاری در این راه انجام نداد، ولی شرافتمندانه مسئولیت ها را قبول کرد، برای اینکه تمام زنهایی که ما در کارهای مسئولیت دار میبینیم، اون کارشان را با شرافت و نزاکت و انضباط انجام میدهم. البته دشمنهای قسم خورده ایران، اتحاد نامقدس سرخ و سیاه، میل دارد که جمعیت مملکت نصف بشود و نصفی که نه فقط به درد نخورد، بلکه انگل اجتماع باشد و مادرانی باشند که در روح و فکر فرزندانشون خاک مرده بپاشند. باز دیدیم که آزادی های بیشتر و روزافزونتری که ما دادیم، بیش از پیش باز اون اتحاد نامقدس بین سرخ و سیاه، چه در داخل ایران و چه در خارج ایران، را روشن کرد. ولی ما به سیاست خودمون ادامه می دهیم. در ادامه خیزش سراسری مردم ایران، چندین افسر ارتش با اعلام حمایت از معترضان از سرکوب مردم توسط نیروهای انتظامی، یگان ویژه، بسیج و سپاه انتقاد کردند. و این در حالیه که در روزهای گذشته بسیاری از معترضان در خیابانها خواستار پیوستن ارتش به صفوف مردم شدند. با این وجود، برخی بر این باورند که به دلیل سرمایه‌گذاری چندین ساله جمهوری نکبت اسلامی در ارتش، مقامات عالی این نهاد نظامی اراده کافی برای حمایت از مردم را ندارند و تحلیلگران هم معتقدند که جمهوری ننگین اسلامی در سالهای گذشته با سپردن مناصب کلیدی ارتش به اعضای سپاه پاسداران، زمینه رو برای نفوذ به ارتش فراهم کرده و در نتیجه امکان تشکیل یک هسته مخالف نظام در درون ارتش رو سلب کرده. همچنان که در اعتراضات جاری هیچ کدام از مقامات بلندپایه ارتش موضعی علیه اعتراضات و معترضان نگرفتن. در همین رابطه هم علی خامنه ای، رهبر الدنگ جمهوری اسلامی، در آخرین سخنرانی خودش بدون نام بردن از ارتش گفت که طی اعتراضات کنونی به سازمان انتظامی و بسیج بسیار ظلم شده. بدل خامنه ای همچنین با خطاب قرار دادن بسیاری از مقامات کنونی و پیشین کشوری و لشکری، خواستار موضع‌گیری صریح اونا برابر شرایط کنونی کشور شد. با این حال هیچ مقامی به درخواست رهبر جمهوری اسلامی پاسخ مثبت نداد. گوشزد میکنم به شما که امیر سلشگر موسوی عزیز، میدونم که دلت با مردم هستش. آیا شما وقتی که مظلومیت مهسا امینی رو دیدید غمگین نشدید؟ آیا این حرکت رو قبول کردید؟ آیا شما دستتون بسته نیست در مقابل پرسنلتون که بتونید بهشون کمکی کنید؟ آیا شما شرمنده زن و بچه پرسنل نشدید؟ رضا کوشکی نژاد از پرسنل گروه پدافند هوایی ارتش و مدرس دانشگاه آزاد میگه که ندای مظلومیت شما مردم به قلب ما ارتشیان رسید. من چوامه چمن ما هستم، دختر یه ارتشی، دختر کسی که همیشه به شغل پدرم افتخار کردم، به شغل پدرم و تمام هم دوره ایاش، چون که نشون دادن ارتش یعنی پشت مردم بودن، یعنی حامی مردم بودن. و اما شما کسانی که اسم ارتش ایرانو دارید به یدک میکشید، شماها ارتش ایران نیستید، شماها ارتش جمهوری اسلامی هستید و من بسیار متاسفم که انقدر بی غیرت و بی شرفید. حیف از اسم ارتش که به روی آدمایی مثل شما گذاشتن، شماهایی که بوی از انسانیت نبردید، شماهایی که هیچ کس براتون مهم نیست، شماهایی که داغ صدها جوونو تا الان به دل مادر و پدراشون گذاشتید. شماها خیلی بیشرف و بیغیرتید. یک مقام بلندپایه ارتش که نخواست نامش فاش بشه میگه که بسیاری از نیروهای بسیج ادارات
از حضور در جلسات آمادگی بسیج به بهانه‌های مختلف خودداری می‌کنند و همچنین زنانی که به عنوان داوطلب در گشت‌های ارشاد کار می‌کنند دیگه مایل به کار در گشت نیستند و یگان‌های گشت ارشاد در سراسر کشور فعالیت خودشون رو تقلیل دادن. او در ادامه میگه که دغدغه اصلی همه مقامات ایران از فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرفته تا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ریزش نیروهای انتظامی و ترس آنها از سکوت نیروهای نظامی در مقابل اعتراضات یا حتی پیوستن این نیروها به اعتراضاته. این مقام امنیتی در ادامه افشاگریش میگه که سوال بسیاری از نظامیان و نیروهای امنیتی اینه که به خاطر چی؟ به خاطر این حکومت که از بالا تا پایین فاسده؟ این منبع آگاه همچنین تاکید میکنه که بسیاری از مقامات حکومت ایران در چند روز اخیر نگرانی خودشون رو از فرو ریختگی بسیاری از نیروهای مسلح در سراسر کشور مطرح کردن. به گفته او تعداد زیادی از نیروهای سابق وزارت اطلاعات در نامه محرمانه به دفتر علی خامنه ای نگرانی خودشون را از خشونت به کار رفته در جریان اعتراضات اخیر را بیان کردند و صریحاً به خامنه ای هشدار دادن که برخورد نیروی انتظامی با معترضان میتونه تبعات خطرناکی در کوتاه مدت برای نظام داشته باشه و احتمال اینکه تا چند روز دیگه در اختیار رسانه ها قرار داده بشه وجود داره. این مقام امنیتی میگه که حتی برخی از فرماندهان سابق سپاه از جمله محمد علی عزیز جعفری و رحیم صفوی نیز نارضایتی خود رو در جلسه خصوصی از برخورد با جوانان معترض بیان کردند و تأکید دارن که اولویت رژیم باید برخورد با گروهایی که در ادبیات مقامات حکومت ایران تجزیه طلب نامیده میشن به ویژه در کردستان باشه. من مهناوی گم ستاد یکی از پرسنل تفنگدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستم. مردم مطمئن باشید تمامی پرسنل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از این رژیم آخوندی خسته شدند و به زودی به مردم میپیوندند. مطمئن باشید ارتش از مردم، با مردم، در کنار مردم و در خدمت اهداف مردم است. پیام آخرم خطاب به آن بسیجی و سپاهی که با اکانت‌های فیک و دروغین به ما میگویند ما ارتشی نیستیم و لباس‌ها را خریداری کرده ایم، به آنها بگویم که این فیش حقوقی و این دفترچه خدمات درمانی من است. ما مثل شماها فیک و دروغین نیستیم. پاینده باد ایران. این مقام امنیتی در ادامه افشاگری جنجالیش میگه که سوال میشه که چرا ارتش نمیاد بیرون. خیلی ساده و خلاصه باید بگم که در هر حکومتی اگر نیروی مسلح قبل از حضور میلیونی مردمی به خیابانها بیاد تا تاریخ هست و نیست میگن که کودتا بر علیه دولت قانونی. دنیا و رسانه سوار این سوژه میشه. من و تو هم میشینیم به تماشا کردن اخبار و گزارش و درگیری دو طرف مسلح و تخمه میشکنیم و روی پنجرهامون چسب ضربدری میزنیم و آخش آخش میگیم. باز هم ارتشی ها و نظامی های مردمی هستن که سلاخه میشن و هیچ نیروی نظامی طرف اصلی انقلاب نمیتونه باشه، اما پشتوانه و ستون پایگاه اصلی که مردم باشن میتونه بشه و آن وقته که انقلاب جنبه رسمی و دموکراسی خواهد پیدا کرد. هی سوال نپرسید که چرا ارتش نمیاد بیرون. در قیام نوژه زودتر از مردم دست به کار شد و مردم چه کار کردن؟ حتی خبر از مزار ندارن. چرا ارتش نمیاد بیرون؟ بیاد بیرون بگه طرفدار چه و کدومه؟ بیاد بگه مردم بیاید بیرون ما هستیم؟ همین رسانه ها میگن که کودتای ارتش بر علیه رژیم شکل گرفت. یعنی هلو برو تو گلو که نمیشه. کدها رو دنبال کنید. سرکوب چرا وسیع و شدت نداره؟ پاسخ راحته. در گوش هم گفتن ما نمیریم، ما نمیزنیم مردم رو. و باز هم کدها رو دنبال کنید. رژیم چرا نیرو کم آورد؟ چون اعتراضات متمرکز نیست و محل محور همه یاد گرفتن و درست اجرا میشه، اما نیروی میانی و میدانی کاملا به رأس فهمانده که کجا ایستاده. و همچنین درخواست بازنشستگی زود هنگام بیش از 100 فرمانده میانی ارتش و سپاه چه معنی آن هم در این برهه از زمان میده. لطفاً کدهای نیروهای ارتش رو دنبال کنید. تصویب حمل اسلحه و
و اصلاح قانون بکارگیری سلاح چند ماه پیش یعنی چی؟ کدهای فراوانیه، فقط کافیه که نشانه خان باشی و رمزها رو بشکنی. پس ارتش که هیچ، بخش عمده یعنی نیروهای مسلح داره کمک مردم میکنه و مردم کمک خودشون نمیکنن، فقط میپرسن که چرا ارتش نمیاد کمک. الان هفته ناجا شروع شده، تمام برنامه هاشون لغو شد. هفته ناجا تبدیل شد به هفته سقوط. هفته ناجا تبدیل شد به هفته کجا؟ آیا باید باز هم منتظر بود که ارتش بیاد توی خیابان تیر هوایی بزنه و ما برقصیم؟ و پیوستن اعضای ارتش مثل سجاد عسکری و رضا کوشکی به معترضان و اسامی که هر روز داره اضافه میشه. اینجوری متوجه میشید که ارتش کجا ایستاده. ابله کوته فکری که فکر میکنی مردم من به خاطر حجاب واسه نپوشیدن روسری واسه خوردن مشروب دارن انقلاب میکنن. میدونی مردم هم چی میخوان؟ هوای پاک میخوان که نفس بکشن، آب میخوان که داشته باشن بنوشن، دلشون میخواد وقتی میان بیرون امنیت داشته باشن، نترسن الان یکی توشیشون میزنه، دلشون میخواد درست بتونن تو خیابون راه برن، ثروت باشه، همه حقشون رو بگیرن، رو خاکی که نشستن مال خودشونه، نفتی که سهمشونه حقشون رو بگیرن، مثل انسان زندگی کنن، تو دنیا تحقیر نشن. بازم بگم میخوان دست این مفخرا از جیب یه مملکت بیاد بیرون، میخوان ایران مال چینیا نشه، مال روسا نشه، میخوان وطنمون واسه خودمون بمونه. بازم تو خودتو بزن بخواب. اعلامیه جمعی از فرماندهان میانی ارتش ایران هم منتشر شده. این بخش مبنی بر شکاف عمیق بین بدنه ارتش با جمهوری اسلامی و نیز همدلی اونا با مردم با ارجاع به واقعیات مستند قابل اثباته. در متن اعلامیه آمده که ما اکثریت مطلق خدمه ارتش قسم خورده به نام ایران و پشت سر هموطنان مظلوممان هستیم و از همه مردم غیور ایران تقاضا داریم تا موجبات و مقدمات ورود ارتش به میدان رو فراهم کنند. اعتصابات سراسری کلید پایان جمهوری اسلامی و نجات عمر و سرنوشت همه مردم ایران از چنگال این رژیم ضحاک صفته. هموطنان، از خرید و فروش جز در خصوص موارد معیشتی خودداری کنید. از معترضین تقاضا داریم هدف اول خودشون رو تسخیر مراکز رادیو تلویزیون قرار بدن، زیرا که کنترل تنها یک مرکز رادیویی سراسری به منزله کلید استارت و کنترل هدفمند اعتراضات و اعتصابات سراسری و اصلی ترین مقدمه ورود ارتش به میدانه. مردم عزیز ایران بدانن که با ورود ارتش به میدان دیگر هیچ یک از نهادها و ارگانهای نظامی امنیتی وابسته به رژیم توانایی نجات سیستم صفاک آخوندی و جمهوری ننگین اسلامی را نخواهد داشت. در آخر چند کلمه با خانواده شهدای جنگ 8 ساله از جانب فرزندان شما در ارتش که بسیاری از آنان از اعضای خانواده محترم شهدا نیز می باشند و از شما عزیزان تقاضا داریم تا بهتر صفحات تاریخ را ورق بزنید، قطعاً با درک واقعیات و خارج نمودن ذهنتون از تبلیغات دروغین این رژیم وطن فروش متوجه قاتلین حقیقی فرزندانتون خواهید شد. آگاه بشید و در کنار مردم مظلوم کشورمون قرار بگیرید و پیش از آن که دیر بشه و به سرنوشت خانواده های وابسته به سایر رژیم دیکتاتوری دچار بشید به مردم بپیوندید. یه پیام دارم برای دانشجویانی که امروز اعتراض کردن توی دانشگاه علوم پزشکی و بنرهای حجاب پاره کردن و شعار دادن و فاکی به ما دادن و از این حرفا. فیلم های قشنگی ازتون دارم، فقط میتونید دعا کنید که نظام عوض شه. در غیر این صورت خیلی حرفه‌ای از پشت بوم نهاد رهبری و پشت بوم دانشگاه پزشکی فیلم های یادگاری قشنگی ازتون گرفتم. موفق و معید. محمد مهدی زاهدی نماینده طبیله مجلس از کرمان با مقایسه سرکوب اعتراضات سراسری ایران با سرکوب کودتای نافرجام سال 2016 میلادی در ترکیه میگه که رفتار جمهوری اسلامی با معترضان با رأفت بوده و میگه که بسیاری انگشت به دهان هستن که چرا نیروی انتظامی حتی یه قبض اسلحه همراه خودش نداره. فقط سوال اینجاست که اگر مزدوران رژیم اسلحه همراه ندارن چطور در عرض یک ساعت 91 نفر رو در سیستان و بلوچستان زیر رگبار گلوله کشتن؟ حالا در همین رابطه خبری که از خبرگزاری نزدیک به سپاه یعنی تسنیم حذف شد و حذف این خبر
نشاندهنده ترس حکومت از ایجاد ترس در میان نیروهای خودشه. در این خبر آمده بود که برخی اغتشاشگران نیمه شب گذشته یعنی 12 مهر با تجمع پشت منزل شهید مدافع امنیت یعنی حسین تقی‌پور که در جریان اغتشاشات اخیر به شهادت رسیده، ضمن ایجاد رعب و وحشت از خانواده او و اهالی محل در اسلامشهر سلب آسایش کردند و آشوبگران و چماق به دستان با حمله به محل سکونت خانواده شهید، ضمن پاره کردن بنرها و شکستن حجله او، با سردادن شعار و ناسزا تا صبح امروز برای ساعاتی قصد ایجاد ناامنی برای خانواده و اطرافیان شهید تقی‌پور را داشتند و این اعمال ساختارشکنانه اغتشاشگران تا صبح ادامه داشت و نهایتاً با دخالت نیروهای حافظ امنیت خاتمه یافت. جان کلام اینه که نیروهای نظامی باید بدونید که شما امروز دقیقاً به مانند سربازان هندی هستید که در خدمت ارتش انگلیس در زمان استعمار هند بود و آن سربازان امروز در تاریخ هند مورد لعن و نفرین و کسانی که نوادگان اونها باشن به نوعی ننگ محسوب میشن. شماها اکنون سرباز استعمارگران ایرانید، نه کشور ایران. امروزی که دختر خانم‌های با غیرت درس غیرت و شجاعت تدریس میکنن برای من، برای تو و برای همه. غیرت و شرف سن و سال نمیشناسه، سطح تحصیلات هم نمیشناسه، جسه بزرگ و کوچک هم نمیشناسه. پس باید از شجاعت و جنگندگی اینها آموزش بگیریم و دفاع کنیم و حامیشون باشیم. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.